خداوندا شکر می کنم تو را که مرا هوشیار کردی به حضور خودت در زندگیم. خدایا شکرت که حضور تو را هر لحظه احساس میکنم <applause> حس حضور خدا به ما کمک میکنه تا هوشیارانه زندگی کنیم پس این حس رو داشته باشید که دائم یک نیروی برتر درون و بیرون ذهن، افکار و رفتارهای ما رو نگاه میکنه و بازخورد میده این قانونمندی عالمه که ما مدام فرستنده و گیرنده هستیم بر مبنای اون چیزایی که میفرستیم دریافت میکنیم امروز اولین روز زمستون رو شروع میکنیم سه ماه فرصت داریم برای اینکه تو این سه ماه یه جمعبنده درست کنیم یه برنامه ریزی درست برای اینکه خودمون رو بسازیم قویتر کنیم آگاهتر کنیم برای اینکه بتونیم در مسیر دلخواهمون مسیری که توش رشد وجود داره قرار بگیریم خداوند و شکرت که به من کمک میکنی تا با عشق و احترام با هر کس برخورد کنم با عشق و احترام روزای قبل بهتون تمرین دادم قدردانی کنید تا میتونید قدردانی کنید از هر چیزی که استفاده میکنید قدردانی انرژی شما رو برای جذب های بعدی بالا میبره پس قدردانی کردن هیچگاه تموم نمیشه هر کاری میکنید هر شی ای رو بر میدارید به هر چیزی که نگاه میکنید از قدرت دیدنتون از قدرت شنیدنتون از اینکه این امکان رو دارید که بتونید یک برنامه زنده رو ببینید و صبح بیدار شدید انقدر توانا هستید که باشید تمرین بعدی قضاوت نکردن بود قرار بود هوشیار باشیم هیچ کس رو قضاوت نکنید دلیل اصلیش اینه که <applause> ببخشید ما همه چیز رو درباره دیگران نمیدونیم اگه دیگران دارن کاری میکنن که از نظر ما یه نبایده با سرزنش ما اونا تغییر نمیکنن ولی سرزنش من سناریوی من رو به هم میریزه و من یا اعضای خانوادم رو به نوعی به سمت همون چیزی که قضاوت میکنم هدایت میکنه پس مراقبه کنیم هیچ کس رو در ذهن و زبانمون در گفتگوهامون یا تفکراتمون قضاوت و سرزنش نکنیم این هم قرار بود یک هفته حداقل انجام بدیم تا درونی بشه اما تمرین امروز تمرین امروزتون اینه که هوشیارانه با هر کس که ارتباط برقرار میکنید یک پیام مثبت به او بدید پیامی صادقانه و مثبت. گاهی اوقات نمیشه پیام کلامی داد ذهنی پیام مثبت بدیم یعنی چی؟ یعنی اول به اون آدم و ویژگی های مثبتی که داره کاری که داره میکنه توجه کنیم اینکه ما به چه چیزهایی در دیگران توجه میکنیم تعیین کننده اینه که ما چه چیزهایی رو انتخاب میکنیم چه چیزهایی رو جذب میکنیم پس انتخاب کنید که وقتی با کسی ملاقات میکنید چه در ذهنتون، در درونتون، چه به زبونتون اگر موقعیت اجازه میده یک بازخورد مثبت بهش بدید مثلا به فرد مقابل بگید که امروز لباس قشنگی پوشیدی اگر سر کار میری یا چه عطر خوشبوی زدی یا چقدر خوبه که تو صبح که بیدار میشی روی خوش داری هر چیزی رو که شما در فردتون در فرد مقابلتون میبینید نیاز نیست که در یک روز ده بار این کار را انجام بدید یک ماکسیموم دو بار با فاصله زمانی مهمترین بخش این تمرین اینه اولا صادقانه باشه دروغ نباشه برای اینکه او رو تحت تاثیر قرار بدین چون این یک مسئله رشد دهنده شخصی شماست موضوع ارتباطی نیست گرچه اثرات خوبی هم در روابطتون داره اینو میگن مچگیری مثبت مچگیری مثبت اغلب اوقات ما برنامه ریزی شدیم آدما رو وقتی اشتباه میکنن توجه کنیم و بازخورد بدیم اینجا میخوایم یه جور دیگه عمل کنیم دنبال این هستیم که کی و چه کاری انجام میدن که مثبت و اونو صادقانه بازخورد بدیم سعی کنید خیلی هوشیارانه و بالغانه این کارو کنید با کودکتون با هیجان زیاد تشویق انجام ندید خیلی هم مادرانه والد، والدانه پدرانه نباشه یه بالغ اطلاعات میده اطلاعات مثبت بنا به اون چیز مثبتی که واقعا دیده یادتون باشه کلام شما سناریوی شماست هر چیزی که شما میگید یه عبارت تأکیدیه هر چیزی که به زبونتون میاد داره رو زمیر ناخداگاهتون تاثیر میذاره پس هر جا تو روابط دارید پیام های نیکو پیام های احترام آمیز ارائه میدید از همین جنس کلام در وجودتون تقویت میشه در وجود خودتون یعنی خود شما صاحب اون چیزهایی میشید که دارید میدید اینم بهتون بگم ما هیچ کاری با دیگران نمیتونیم به طور جدی انجام بدیم هر کاری میکنیم با خودمونه ما سناریوی خودمون رو قادریم تغییر بدیم به واسطه ارتباطی که با دیگران داریم تو این ارتباطات فرصت داریم پیام هایی رو بدیم که اون پیام ها زندگی ما رو غنی میکنه اگر بتونید به کسی بابت یه مناسبت مثلا شبه یلدا تبریک بگید نه از سر وظیفه نه به خاطر اینکه روش اثر بذارید به خاطر اینکه این کار یکی از مهمترین کارهایی که روان ما روان من گوینده بهش نیاز داره پس این فعالیت رو جدی میگیرم مشکری مثبت میکنم تحسین میکنم قدردانی میکنم تشویق میکنم و صادقانه اول دوروبریا و درجه یکاتون رو کار سختیه آره ولی با اینها باید تمرین کنید. به مادرتون، پدرتون، خواهر، برادر، همسر، فرزند و خانواده همسر تو این هفته حداقل یک یا دو بار پیام مثبت صادقانه درباره اونها بهشون بگید. اگر به هیچ طریقی نمیتونید این کارو کنید، مثلا شخصی که توی خیابون ملاقات میکنید یا در یه سوپرمارکت میبینید در ذهنتون تشویقش کنید در ذهنتون تاییدش کنید به خودتون درباره او پیام مثبت بدید این زندگی شما رو تغییر میده خب خیلی خوشحالم که دارید کار میکنید سه تا تمرین رو امروز گفتم دو تمرین روز قبلم مرور کردم چون این لایف ها نمیمونه برای اونایی که امروز به ما ملحق شدن گفتم قدردانی کردن رو جدی بگیرید قدردانی زندگی من قدردان رو سرشار از محبت میکنه روز دوم یعنی یک شنبه گفتم قضاوت نکنید دیگران رو سرزنش نکنید و این رو بدونید که قضاوت دیگران انتخاب سناریوی بعدی خودتونه امروز هم بهتون گفتم توجه کنید به دیگران به آدم ها و مچگیری مثبت کنید پیام های مثبت صادقانه بهشون بدید بازخورد مثبت بدید آدما نیاز به توجه دارن نیاز به تایید شدن دارن و حالشون بهتر میشه البته <تصفح> مسئله اصلی در مشگیری مثبت کاریه که شما دارید با خودتون میکنید شما از لحاظ روانی خودتون رو دارید تنظیم و تقویت میکنید پس این کار برای شماست شمای گوینده حالا اگه او بگیره چه بهتر اگر نه شما کاری نمیتونید بکنید انشالله که بتونیم هر روز در راستای رشد روانی و فکریمون کار کنیم دیگران رو هم ترقیب کنیم تا اونها علاقه من بشن بر کار کردن روی رشد شخصیشون با امید دیدار روز خوبی رو بسازید سازنده روزهای خوب باشه و دوستتون دارم برای دریافت مطالب آموزشی رایگان بیشتر این مطلب رو لایک کنید در کانال ما سابسکرایب بشید و نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید